عزیزای دل سلام برسه براتون، انشاءالله خوب جور سلامت باشین، بخیر باشین. استیج کابل فنزر یک هفته نیست، اما تو یک گپای خودمانی است. ما شما چند لحظه دیر شده لایف هم نامدیم و درد دل هم هیچ نکردیم. ما شما دیگه امروز هم تو چهار نفر شیشتیم، چهار برادر ها، فقط ما شما یک چند لحظه درد دل میکنیم. سنگا؟ دست چم توی؟ چم توی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز کجا کسی نمت جور و صحت و سلامت باشین و خیر باشین. دوستان نازنین سلام برسم، امید خوب باشین، هر جای دنیا هستین، امید خوش و خندان باشین. دیگه همیج جمع و جمع است به گفته لالا نور، یگان دردای دل است به شما شریک میکنیم. دوستان نازن مهربان سلام، مرام پذیرو باشین، امیدوارم که همیشه جمعتان جمع باشه، از گزند روزگار در امان باشین و با عشق و محبت دائمی به دور از همه جنجال و نابسامانی و ناملایمات روزگار دور باشین و برتان خوش بگذره. طبق بچه ها گفت همین جندوالا رفیقا شیشتیم که یک چند دقیقه، البته جای کالفنزر یک هفته است، مقصد کالفنزر یک هفته نیست، اما در دلایی که گفتیم که قرار از برتان بگوییم، حال برتان قصه میکنیم. شروع کنیم. شروع کنیم. مش کتاب شهر رو بگیریم که قدر درده دل زیاده دوستا، کلش یاد داشت کردیم ذره و ذره. از امی اکثر دوستا اول میریم سر واتساپ کابل فنز، دوستایی که پیام دادن و اتومات برشان پیام اومد که نظر به مشکلات ما نمیتونیم کمک رسانی کنیم. اول میخوایم امیره جزیات بدیم، بعد از او که تلفن های لالا لطیف اسما و از دیگه هم کارا کمتو گل پد بود، از او کلش روشنی بندازیم که چرا ما مثلا این پیام اتومات برای کلگی کسایی که زنگ میزد که ما میخوایم کمک کنیم یا کمک های ما چه شد، برای از یا پیام میداد. میخوایم در اون رابطه یک چند لحظه ما شما درد دل کنیم. عزیزای دل، 22 ماه مبارک رمضان، عین اذان شام، عین اذان شام بود که 8 دوزم مصلا بود، دوزم میگیم دیگه، مال چطور چه کنیم دیگه، چه نام چه بانیم برش. 8 نفر با تفنگای امپور کلاشینکوف و تفنگچای خبکندار داخل اموجی که دسترخان ما شدن، با ایر لدکو، ایر لدکو، ایر لدکو، بالاخره تمام 5 نفری که بودیم کل ما را بسته کردن در یک اتاق. بعد از لدکو به بسیار زیاد، حتی که یک دو همکار ما یکیش گفتن که چند قدر خون در مغزش رسیده چون خون ریزی داخلی کرده بود. استاد جواد خداوند شفای عاجل کامل نصیبش بگردانه. و هم یک همکار دیگه ما علت های دیگه خب بیخی دیگه به حد و به اندازه شد. چند روزی که بود ما اگنه در اینم قدر برنامه ما از دستمالک ها استفاده نمی کردیم، خود نظر به مشکلات و دیگه و دیگه از یا استفاده می کردیم دیگه. دار و نداری که بود دوستا، بعد از اینکه ما را لطکوب کرد، بسته کرد، دو سیفی که ما داشتیم، سیف هم کلش از کمک های همتان عزیز پول پر بود، تقریبا اضافه تر از 25 لگ افغانی. این دو سیف هم پولاش جمع کردن با خود بردن، ده تا تلفن با خود بردن که اسما تمام صفحه ما کس با تلفن میشه، تلفن ها رو هم گرفتن بردن، تذکره، پاسپورت، آن شایی که گیر کردن از اینجا بردن، لپتاپ ها را بردن، حتی چارجر را بردن، پاوربانک را بردن، ولی لطم همه تو به حد کافی کلی موتر را بردن، جواسیر موتر لالا صابر را بردن، یعنی هیچ چیز برای ما نماندن. بعد از اینکه ای یک گرفتن رفتن، موضوع رسید به پایین که شده زنگ زدن حوزه را که بیا اینجا این تو گپ شده. وقتی که آمدن بررسی کردن دیگه کردن، دیگه گپ به این رسید که تمام ارگانایی که مربوطه بود کلش خبر شدن، تحقیق خود کردن، تحقیقات میکنند، ولی تا فعلا ما کدام اثری کدام چیزی از یا پیدا نکردن، پیدا نکردن. و ما هم کمرای امنیتی داریم دوستا. بعد از اینکه لط کوبشان کل کارشون که خلاص شد، رفتن ام جایی که ما در اتاق هم تمام سر سیستم شوشه قلف است، دروازه شکستاندن، تمام ام آردسک و سیستمایش کلش با خود بردن. دیگه ما هم تو ماندیم خلاص دیگه که ما چی کنیم چی نکنیم دیگه. این تو در بدر ما کردن شمشاد لالا دیگه، شمشاد خود دیگه، و حتی بچه ها مشکلات ای درد و دیگه شو برش دارد، ولی تا فعلا حتی تا یک بجه دو بجه بچه ها رو خواه نمیبره، کلشی تو تکلیف روحی و روانی برشان پیش شده است. یعنی مشکلات ها بود دوستا که ما چند لحظه که شما نبودیم بچه هم گرد دیگه نست، انشالله باز دیگه پای دیگه خیلی ببینی وقت خیلی اگه حادثی دلخراش، خیلی اگه حادثی
ناامید کننده که وقت بر فعلا بچه ها کلگی بی انگیزه بی انرژی که حتی در مشکلی از دفتر بیرون میشه یا یک نفر خانیخ بره در مشکلی میای پس طرف دفتر مثلا از کامره و موبایل و تذکره حتی تذکره پاسپورت کلی موتر یا جواز سیر و آردیسک کامره سکیوریتی دفتر را اینا برد و بر فعلا هم فقط یک چیزی که لولانو گفت پیسه هموطنایی که کلش اینا بردن چند روزی که ما یک ذره چی بود برنامه ما کم بود ما میشه بکپ داریم ولی یک چند روزی که ما از برنامه دور بودیم و ایسوسو فقط خیلی بنا کلگی دیست یک کردن و پیسه رو پس جمع کردن و خیلی از هموطنا مثلا پیسه بود دوزا برد ولی پس جمع شد خیلی از یایش توضیح شده مثلا برنامه ثبت شده نشر شده یا بعضیش نشر میشن و این مسئله که بر فعلا هم از این قضیه اوزی مربوطه و کل نهایت های امنیتی خبر است امارات اسلامی تقاضای مایی است که این قضیه را جدی دنبال کنه جدی دنبال کنه تا که کسای عاملین از این قضیه کسایی که دیست دارد پشت از این قضیه اینا باید در پنجه قانون سپرده شد اگه این رو سر ما شد سر تیم کابل فند شد سر فامیل کابل فند شد خدا نخواسته سب سر یکی دیگر رو کنه تا بلکل نخواست این وطن خو نفر زیاد است ما امیدواریم و ایست که امارات اسلامی این قضیه را جدی دنبال کنه جدی دنبال کنه که واقع یک حادثه چی بود که من یال وقت خودم گپ زدن برایم سخت است کدامش زود بگوییم چی بگوییم بیرم از کجا بگوییم فقط از نیروهای امارات اسلامی از امارات اسلامی خواهش ما است که خیلی جدی بگیره قضیه را باید کسایی که در پشت از قضیه دیست داره اینا رو باید پنجه قانون بسپاره تا خدای نخواسته صبح بردگه تیم بردگه فامیل بردگه خانواده و بردگه هم وطن ما قضیه رو خنه تا دوستا یک چیزه میخواییم بگیم باز بیایم سر اصل گپای دیگی که اگر به خاطر پولای هموطنهای ما که نزد ما بود چون وا امانت بودن وا سر ما اعتبار کردن که این پولی که ما بر شما روان میکنیم شما ایره برای یک نیازمند برسانین چون اعتبار کردن خداوند خیرتان بده و خیر باشین خاص به خاطر اینی پولای هموطنان ما که 25 لک اضافه تر از یک وقتی که یا بردن لالا لطیف گفت که پولا جمع شد از این طرف لالا شمشاد خداوند خیر بده انجینر صاحب هر کسی که ما میشناختیم رفتیم سرشان صدا کردیم که حالا ما این کار خوشده سر ما به خاطری که ما حالا جوابگوسیم بر هموطنان عزیز ما چون پولی که روان کردن ما باید بر نیازمندش برسانیم که همون تو هم شد پول قرض کردیم از این بگی از دکاندار چند رفع بگی از اون طرف از این طرف پولایی که هموطنان ما روان کردن رساندیم حتی هموطنان عزیز ما هیچ خبر نشدن که چقدر پول ما را از کی را از کی را دوز برده یا نمو خانه خرابا بردن ما پولا را رساندیم پولا را رساندیم و از امارت اسلامی خواهش میکنیم که این قضیه را جدی پیگیری کنه چون حالتی را که ما دیدیم دوستا حتی یک روز درست ما هیچ بیخی گپ زدن و کار کردن یا نبود اگر به خاطر پولای هموطنان ما نمی بود شاید دیگه اونمو لحظه که ما رفته بودیم از دفتر دیگه ما بر نمی گشتیم می گفتیم ما را تیر از رسانه ما را تیر از دفتر ما را تیر از این کار خیر این قدر سر ما این شکنجه فیزیکی شخبان هر چی که کردن ولی سر روح روان انسان زیاد تاثیر داره وقتی که تو سر نان می باشی سرت خم است می خوای نان بخوری روزه افطار میکنی شاید هر کس یک لقمه یا دو لقمه خورده بود که یا آمدن حتی یکش میگیم که چون ما نفهمیدیم که یا چه رقم است شاید ما گفتیم که آمدین کدام چی دارن تلاشی است چه گپ است بگی گفتم با من نان چه روزه افطار کو بعد از اون ما شما گپ میزنی میری دفتر از تلاشی میکنی هر چیکار میکنی به حد عزت مرا که دیگه نگو خامو وقت بود و تیر شد خداوند دیگه روخشان طرف هیچ کس نکنه و یک چیز دیگه از دوستا از هر هموطن عزیزی که ما برنامه‌اش ثبت کردیم هر کسی که پول روان کرده و ثبت کردیم از کسایی که ما نامش نخواندیم در برنامه یاد نکردیم خواهش میکنیم که در واتساپ کابل فنس پیام بدن و اون مشخصات خود روان کنن ان شاء الله یکی دو روز دیگه که رمضان مونده ان شاء الله دمی یکی دو روز ما بخیر کمک‌های شما را به هر برنامه‌ای که بود میرسانیم دیگه خدا مهربان است ان شاء الله دوستان مطلب است که میگه که دوست مال برده ولی چی را نبرده حسابی را نبرده ولی من چی بگویم یارا ولی یا نمیشه خب
اینا بدبختانه که کدل لیست میست ای که از مخو اون کل دوستا در جریان است که هر کی اندازه توان خود و هموطنای نازنین مهربان ما لطف میکنن پیسه روان میکنه یک 5000 یک 2000 یک 1000 یک 20000 ما وقتی که قضیه رخ داد متاسفانه که قضیه سر ما رخ داد خدا سر هیچ کس نیاره سر هیچ کس وقتی رخ داد ما مانده بودیم چیکار کنیم چیکار کنیم که پول از کی بود از کجا اومد چی رقم شد چی شد نشد این از اینجا جمع کو از اونجا جمع کو در کجا اومده بود دایی کم 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 عالم که لالا نور گفت که از یگان تا ما کوشش نویف کردیم که کلگیش بازم اگر از یگان وطن مهربان ما اگر مانده بود که مثلا کمکش نرسیده بود توزیع نشده بود شما از خیرتون بسیار با خون سردی یک ذره مردر کنین از بزرگواریتون در واتساپ مسیج کنین ما در بسته خدمت هستیم این حادثه وقت بازم یک حادثه بود که وقتی در یک جای زندگی میکنی خب آدم بخیال است مثلا زندگی میکنه وقت امیدوار زدن در گوشه افغانستان میرفتیم برنامه ثبت میکردیم زیبایی های وطن نشان میدادیم ولی بازم در جای باش از این گروه های تروریستی هست پیشتر هم که گفتیم خواست ما از امارت اسلامی است که قضیه جدی بگیره صرف بخاطر همین مسئله است که وقتی آدم در کشور خود است مثلا توقعش بالاست ولی وقتی تو میشینی سر افطار که بیای حادثه رخ بده دیگه من میگم خدا هیچ کس نشان نده چیست نورگل جان باور کو که از بسیار خفگان گاو زدم نمیتونم خالی چی بگم ملی اسلامی امارات نزد اپا کلک گفتن کما سی باید داد کازیا خوز خوز سیدی که چیر داد کازیا سی وانه چیدل سی سبا سید مون سر دوم رزل مستو دینه که دیسی بلچه سر دیر زلم مستو نه باید تاو سم سی سل پیسا در دیر کوشش ہو گئی دیر روجی په خاطر باندې منګ په خاطر باندې د تاسو عوام په خاطر باندې خلکو زړونه وګړي تاسو ان شاء الله موږ ډیر خوشاله خدا قضیه به تاسو سل په سلو کې وزړي که چیرته دا قضیه صحیح ونه چړل سي موږ سره لږ ظلم مو شه مثال یالي کې زیات کې د سبا د خلک دینه زیات ظلم وکي یا مسلم یک تر کسو مګر یو تا مور تا زخمی شوه ظلم شوه میره خو و یا مثلا نیجا که آمدن یا را کسی پیگیری نکردم تا آزاد ماندن جای دیگه ولایت دیگه منطقی دیگه مثلا هیچ کس آرامش در خانه خود نمی داشته باشه از اون خاطر از تمام ما و از تمام مردم خواهش شانمیست که از امارت اسلامی که امیر قضیه را جدی پیگیری کنن و ما هم تمام جای مربوط شد برشان رساندیم اوضاع مربوط قماندانی و مقامات بالا را انشالله در جریان ماندیم و خواهش ما همیست که جدیتر پیگیری کنن و هرچی زودتر یاره به پنجه قانون بسپارن که دیگه شاید البته از برکت ماه مبارک رمضان از دعای مادر یکی ما کس دیگه که امیان خدا را شکر که فیر نکدن اگر یا به قصد جان آمده دن چون وقتی که تفنگچی خبکندار می باشه وقتی که میای اینقدر میزنه اوی رو بسته میکنه دیگه این دیگه 100% اومده بود که با قصد جان اومده بود خدا رو شکر که جان به سلامت بردیم خدا رو شکر و مال دنیا پیدا میشه مال دنیا پیدا میشه خدای نخواسته کدام جای دیگه یا برن اموج مثلا یا نباشه یا کدام کسی کدام عکس العمل نشون بده یا تمام خانواده رو میزنن یعنی به اون حد یا ظالم بودن خداوند یارا نیست نابود کنه بالکل خداوند بشرمنه آمین دیگه خداوند دوستا جزایشون رو بده دیگه از امارات اسلامی خواهش میکنیم اینها را به پنجه قانون بسپاره و پیدایشان کنه این همیال وضعیت روحی همه بچه خراب است باور که ما از ترس هیچ از دفتر برآمده نمیتونیم به خاطر که اینها را پیدا کند در پنجه قانون بسپاره که مدل ما هم جمع شد امروزی کار سر ما شد فردا سر یک برادر یک هموطن دیگه ما میشه دیگه این را به خدا میسپاریم خداوند جدایشون رو بتن دوستان همش پول یتیم نیازمند بیچاره بود خصوصا در این ماه مبارک رمضان دیگه بلا می سپاریمشان دیگه امارت هم انشاءالله خواهش میکنیم که بخیر پیدایشان کنیم تذیر از صد به صد به اسم سهی جدی بگیره ولی که ما خیلی بجزی به فقیری برتن میگم گیره اگه شما ای را نگیری قضیه را شما صد به صد چیز نکنی باور که قطعه شما یک ظلم شده سبا شاید در زی که بهتر ظلم قطعه شده او مطنه ما و شما ظلم کنه خود دیگه اینمی دقیقه دماغ وقته ندسته تاسو باید در کجا خب کلک بنده جدی بونیسه زنده باشی را شما شاید تشکر ما بگیریم از خودت
که همدردی کردی و خداوند شلوله شم شده خیر بده که یک مقدار پولی کمک کرد تقریبا 5 لگر پاورد گفت که نیرون بگیرن بتین و انجینر صاحب خداوند خیر بده و دیگه دوستارا که همکاری کردن زنده باشن خداوند اجر بده شان و بازم از هموطنان عزیز و نازنینی که در این برنامه‌ای که گفته بودن نامشان ذکر نشده خواهش میکنیم که برای ما پیام بدن و جزئیات بگن که انشاءالله ما دمی چند روزی که مونده بعید و خیر دینمی برنامه برسانیم کمکشان تا حق به حق دار رسانده شود انشاءالله خدا میربان از خداوند این روز سر هیچ کس دیگه نبیاره ما شما به خاطر امید دو اختر لر موجه و تازه کنه دوار اختر پا مونگه و تازه بنده خدای دی مو ستی لغم خوب غمه که ما شما را خیلی جگر خونده که دیر زیاد جگر خونده که ولی پا کل که دو اختر لر مونگه و تازه میل لرو سی اختر رازی اولادو تا کلو که مورو پلار تا خوار و قدی با مسایه تو که خوصه کل اختر پا موجه و تازه بنده پا غم که خدای تعالی دی ده خلق ده غلق و شرمی چیار چی روی خدای تی تباه برباد که چرا که خوار و غریب خورد اگر نیم ما شما خوره برش تسلیم هم کرد خود دل ما شما خوره من دیگه شمشاد ما اول از دوستان معذرت خواهی میکنم چون وقت یک رقم این حادثه کدی روح روان ما بازی کرده که من میشه وقت اینجا ششتم نمیتونستم سه گپ بزنم هر دقیقه از پیش میسوسو وقتش وقتی تو ایر تصور کنین که در خانه باشه 8 نفر با مجهزترین سلام بیای وحشیانه سرت حمله کنه هم سر افتاری باشی خیلی ببینی ای که مثلا یک دفعه مال و منالت میبره ای که لده کوب میکنه این وضعیت واقع یک خیلی بدترین وضعیت است بدترین حادثه است که من امیدوارم که سر ای جنبتن ما سر ای جنسان دیگه ای حادثه رخ نده و خواهیش من از امارت اسلامی هستی که قضیه را جدی بگیریم امیر چار نه پرمونګه و تاسو څلور وړ وای اسلامي امارات هدا کځه په خک په کلاکا جدی وګنی بس نور ولا چیز ګوښته نه متنه په دل ما خېل جګر خونه دل پر از خلګي چی بگویا هلال شم شدی از خواهش ما چارتانی است ای خاص تمام مردم افغانستان است که می خوان الله قلا اگر دغه جای نیست ما خانی خدان سرم د سرخان خود آرام باشن ام یک لقمه نان تر خشکی که دارن امور به راحتی بخورن نه ای که مثلا او کاسیشان به غم و خون مبدل شوه خداوند لعنتشان کنه و ای که مثلا سیف هم میبرن یا او قدر دوستان مجهز آمده بودن که جبل و تمام چیز با خود داشتن سیف ها را مثلا پراندن در هر دروازه که میرسیدن پیش از اینکه مثلا باز کنن برای شوره که لغت میزدن دروازه را شکستاندن یعنی به حدی خرابی کردن که در دو سه روز اول هیچ دیگه طرفی دفتر سیل نمیشد که چه رقم کنی دیگه کنی و حتی ما چند روز اول اینجا خو کده نمیتونستیم از ترس نمیتونستیم اینجا بیم باشیم تا که بچه ها کلش جمع نمیشدن یک نفر دو نفر در دفتر حال بوده نمیتونه قدر وحشتناک شده حادثه که سر ما رخ داد خو خیر باشه سابقا پشتکار که یکی میترسان دیگه شو خو نمیرفت این حادثه دقیق سر بچه های کابل فنس رخ داد متاسفانه دو شو بعدیش و شو دیگهش یک بچه شو بچه ها ششته بود اینم اینجا میگفته که باور کن که از دام دو سه تا همکارا شنیدم که میگفت اگر میال بیا کلگی ما را تیرباران کنه چطور میشه بلکل بعد است که مثلا آدم شاید زخبال لطیف جان را کنیست زکل پا دویم او را دی دفتر تر اغلم باور بگوست دی دفتر نمیست کره کرد لا یتو زی اگرخم بخیه می دلم بعد مد میشه ما میگم هیچ دم دفتر نره هیچ دفتر ترانه نو دست مزره جگر خونه ولی خدا نخواسته فقط دیدم یک جای اگر دم چی بر یعنی یگان جای خدا نخرده خدا نخواسته یک مرده باشه نه ما میگم دم دفتر خود دیگه بخی تر شد که دم دفتر من پدر و مادر ما دین اینجا خدا نخواسته کشته شده نمیتو بعدم میام دین دفتر حالا چطور کنیم چاره نیست و دوستا شما هم دعا کنید که یاد ما زودتر دست گیر شد. آمین آمین. دو خدای نخواسته سر دیگه هم وطنهای ما یاد سرخ نته. همیشه دم نزدیک ما دوستا یک چاره گذاشته چی از شفاخان است. من اینجا رفتم گفتم که ایت نمیفهمم که کجا هم درد نکنه چی میکنه. ما لالا لطیف بود که تا فراد رفتیم. این تو یک حالت از برای ما یک دوا بده چی کنیم. باز ای چون این قضیه خبر بودن این کوچه دم یک روز دو روز دیگه هر روز نیروهای امنیتی می آمد و دیگه میگه تحقیقات خبر بود کلگی
بازو گفت شما را هیچ چیز نشده، این دردی که دیگه کسی درد مرد گفت یادتان رفته، شما تکلیف روانی پیدا کردین، برای ما شربت اعصاب داده. این از این شربت اعصاب شوق شد کلتان دو تا قاشق بخوری که خوابتان ببره. ولی اون دردی که شد مثلا استاد رفت عکس گرفت شفاخانه و شفاخانه بره درو سی روز ما گشتان دیم امکار دیگه ما را، ولی از اونو دردا بکد این درد تکلیف روانی برای بچه ها پیش شده است. کلشم جگالتی دارن که دیگه هیچ دوستا برای گفتن نیست، یا مثلا فامیل دارن دیگه دارن دیگه دارن. خدای نخواسته که یکی از یارا از بین میرفتی به فامیلش چه جواب میدادیم، او فامیلش چه خواد میکرد. هر کدام دوستا هر کدام یک اینجا است، یا کلش ناناور یک فامیل هستن. یک فامیل منتظر عزیز که مادر ما یک ماش میگیره میای برای ما یک لقمه روزی حلال میاره، یا هموطنان عزیزی که اونجا هستن اگر جایشون خوب هواشون سرد نانشون گرم تمام چیزشون میرسه، ولی از اون بو آب نان خطوا میزنن روان میکنن. میگه یک یتیم و بیچاره یک بینوایی که در افغانستان هست یک قدره او باشه ما در گلون ازی بچه کنیم، ولی اینی تو ظالم های خدا ناترس میاین ایچ دفعه که اونمو عشق یتیم اونمو مادر بیچاری نیستن، اونمو را کلش جمع میکنن و میرن و تمام کسایی که جمعی باشن وارا بسته میکنن لطه کوب میکنن، دفعه که چیز نیستن دیگه. یا از انسانیت از یاد شک هست دیگه، انسان بودن از یاد شک هست. او یه گفت دیگه است دوسته عزیز، وقت ما سر ما اینمی قضیه که اینجا شد در دفتر باور که ما کلگی دفتر گفته بودم که افغانستان ترک میکنم، بس خیر ببینه رئیس ما که این مشکلات میاید سر کلگی، خیر است حوصله کنین برای خدای خود صبر کنین، خدا خو مهربان است که خدا یارو بشرمانه. خدا دیگه می دوزار جه باشن دیگه، دی شب مبارک 27 خدا دیگه جزایشان بده. آمین آمین. دوستا گله و درد زیاد است، اگر ما چند لحظه دیگه هم گپ بزنیم دیگه هیچ کس نمیتونه کلگی گلونا را بغض گرفته، چون او حادثه که مثلا هرچی که آدم از او دور باشه دیگه کنه باز کمک دل تسلی پیدا میکنه صبر میشه، ولی هرچی که دوام قضیه بریم او صحنه را یاد کنیم او وحشت او را دهشت دیگه واقعیت دردآور است. انشالله یار زنده و صحبت باقی گپا را با میزنیم انشالله در برنامه دیگه اگر زنده بودیم زنده ماندن ما. فعلا بخیر سلامت باشین قربانتان، ولی بازم خواهش ما از نیروهای امنیتی هم ایست که قضیه جدی پیگیری کنند.